امسال در شرایطی ما جشن 22 بهمن را برگزار می کنیم که در برابر توطئه آمریکای جنایتکار و صهیونیسم و ارتجاع منطقه، مردم ما را در فشار و منگنه تحریم قرار دادن. بنابراین امروز حضور مردم در خیابانهای سراسر ایران اسلامی و در این شهر بزرگ عاصمه ایران به این معنا هست که نقشه های یک ساله دشمن نقشه براب شده است. این حضور به اون معناست که دشمن هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید. ما راه ما و مسیر ما به همون صورت که 40 سال پیش انتخاب کرده بودیم ادامه خواهیم داد. من در آغاز سخن چند نکته محضر ملت بزرگ ایران عرض کنم. اولا انقلاب اسلامی ما برای حراست و حفاظت از ایران اسلامی عزیز بود. مردم ما به خوبی می دانند که در 205 سال قبل بخش بزرگی از مناطق شمالی ایران و قفقاز در دوران پادشاهان خائن قاجار از ایران جدا شد و 191 سال پیش بخش دیگری از شمال ایران را از این سرزمین مادری جدا کردند. 172 سال قبل بخش بزرگی از شمال غرب ایران از ایران جدا شد. 163 سال پیش بخش مهمی از شرق ایران از کشور ما جدا شد و 138 سال قبل بخشی از شمال شرق ایران از ایران جدا گردید و بعد در 100 سال پیش بخش بزرگی از جنوب ایران که امروز به عنوان چند کشور در جنوب خلیج فارس هستند از ایران جدا شد و حتی 47 سال پیش، 7 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زمان رژیم خائن پهلوی، بخش مهمی از جنوب کشور ایران که همواره در جغرافیا به عنوان استان 14 ایران می آموختیم به دست خیانتبار پهلوی از ایران جدا شد. شما ببینید در عرض این چند دهه در دوران شاهان سست عنصر قاجار و پهلوی، 2/3 ایران را از ایران جدا کردند و این به اون معناست که رژیم‌های گذشته ما علاوه بر این که بر دین مردم، بر فرهنگ مردم، بر رفاه مردم، بر زندگی مردم خیانت کردند، بر تمامیت ارضی ایران هم خیانت کردند. برخی از مردم یادشون هست که
در 100 سال پیش و یا تاریخ را خواندند در جنگ جهانی اول چگونه شمال ایران، غرب ایران و جنوب ایران توسط سه قدرت اشغال شد و در 77 سال پیش در زمان پهلوی اول در جنگ جهانی دوم علارغم بی‌طرفی ایران متفقین ایران را به شمال و جنوب تقسیم کردند و بر این کشور مسلط شدند و به شاه دستور دادند که از ایران باید خارج شود و او همه شرایط متفقین را پذیرفت به شرط آن که بعد از او پسر او شاه ایران شود. این خیانت‌های آشکار پادشاهان و اونهایی که بر اریکه قدرت تکیه زده بودند نسبت به ملت بزرگ ایران بود. اما 38 سال پیش اون زمانی که قدرت‌های جهانی تصمیم گرفتند و صدام افلاقی را تحریک کردند با سلاح شرق و غرب و با پول ارتجاع منطقه و با سربازان بسیاری از کشورهای دیگر تا به ایران حمله کند و به او وعده داده بودند که ظرف یک هفته نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند و به اصطلاح خودش سه روز بعد در اهواز و 7 روز بعد در تهران مصاحبه کند، ملت رشید و بزرگ ایران با فرزندان دلاورش از ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و همه مردم در برابر همه جهان ایستادند. 8 سال مقاومت کردند، پیروزی‌های عظیمی را در تاریخ ثبت کردند، به فرمان امام حصر آبادان را شکستند، به دستور امام خرمشهر را آزاد کردند، مناطق بزرگی از غرب ایران را در عملیات فتح المبین آزاد کردند و بعد هم با عملیات هایی همچون والفجر 8 و کربلای 5 و سایر عملیات ها قدرت دشمن را در هم شکندند و به دنیا گفتند که امروز ایران شاهی و شاهنشاهی نیست، امروز ایران اسلامی هست و جوانان این سرزمین طبق وظیفه دینی خودشان و ملی خودشان در برابر همه دنیا با قدرت میستند. مدرن‌ترین هواپیماها را شرق و غرب در میانه جنگ در اختیار صدام گذاشتند، مدرن‌ترین توپخانه ها و تانک ها و هلیکوپترها، اما در این حال شکست نهایی نصیب همه مزدوران اونها و افلاقیان شد و رزمندگان بزرگ و غیور ما با پرچم پیروزی از جبهه به خانه برگشتند. امروز همه دنیا بداند قدرت جمهوری اسلامی ایران به مراتب از روزهای رزم و جنگ و دفاع بیشتر است. امروز نیروهای مسلح ما در تهیه انواع سلاح و مهمات، اگر در زمان رژیم گذشته 5% سلاح و مهمات ما ایرانی بود و 95% خارجی،
امروز 85% تجهیزات و مهمات و نیازمندی های کشور ما به دست نیروهای توانمند و دلاور خود شما ساخته می شود. ما برای ساختن انواع موشک های ضد زره، انواع موشک های پدافند هوایی، انواع موشک های زمین به دریا و دریا به دریا، انواع موشک های هوا به هوا و انواع موشک های زمین به زمین از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت. راهمان را، قدرت نظامیمان را ادامه می دهیم و در نزد ملت ایران به صراحت می گویم قدرت نظامی ایران در طول این 40 سال و به ویژه در 5 سال اخیر برای همه جهانیان شگفت‌آور است. از صنایع دفاعی و نظامی ما، از موشک‌های ما، جنگنده‌های ما، هلیکوپترهای ما، ناوچه‌های ما، زیردریایی ما، تانک‌های ما، نفربرهای ما، سلاح انفرادی ما و هر آنچه که نیروهای مسلح ما نیاز دارند و از سلاح و مهمات بالاتر شهامت نیروهای مسلح ما و انگیزه اونها و تدبیر اونها و نقشه اونها، همه جهانیان در این 40 سال و در این 5 سال اخیر دیدند که وقتی ایران اراده کرد به ملت عراق کمک کند، وقتی ایران اراده کرد به مردم سوریه کمک کند، وقتی ملت ایران اراده کرد به مردم لبنان کمک کند، به مردم فلسطین و یمن کمک کند، دیدند جهانیان که در برابر قدرت ملت‌های منطقه و حمایت ایران هیچ کدامشان به پیروزی دست نیافتند و امروز ناچارند با اعتراف به شکست‌های 20 ساله مداخلات خودشان در ایران کم کم از منطقه خارج شوند و ملت‌های منطقه بتوانند با آزادی راه خود را ادامه دهند. اولین دستاورد انقلاب اسلامی تمامیت ارضی، حراست از ایران عزیز که 1 میلیمتر از خاک این سرزمین، آبهای این سرزمین به دشمن واگذار نشد و در برابر توطئه‌ها ملت ما پیروز شد. دومین دستاورد مهم این انقلاب که به آن میبالیم و افتخار میکنیم، تغییر نظام مشروعیت در این کشور بود. نظام مشروعیت در گذشته بر این مبنا بود که فردی فرزند کدام پدر است، از کدام طایفه است، از کدام قبیله است، تا او بتواند شاه باشد و بعد او هم فرزند او باز شاه باشد، که بر هیچ مبنای عقلی و شرعی و دموکراسی این نظام منطبق نبود. دستاورد جمهوری اسلامی ایران این بود که نظام مشروعیت را بر مبنای اسلام و بر مبنای جمهوریت قرار داد. امروز تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران از مقام معظم رهبری گرفته تا رئیس جمهور، تا اعضای مجلس شورای اسلامی، تا خبرگان، تا شوراها، همه و همه با رأی مردم و با صندوق آرا مسند مسئولیت را به عهده می گیرند.
همه ما باید حواسمون جمع باشه. اگر در این 40 سال در برابر انواع توطئه ها ما پیروز شدیم، به خاطر اسلام و جمهوریت بود. اسلامیت و جمهوریت ما را حراست کرد و حفاظت کرد. ایمان مردم، شور مردم، اعتقاد مردم، فرهنگ جهاد، فرهنگ شهادت، فرهنگ ایثار که بزرگترین رهاورد انقلاب و دفاع مقدس ماست، اون نیرویی که ما داریم و دشمن ندارد و ترجون من الله ما لا یرجون، ما امید ما به خداست، تکیه ما به خداست و میدانیم در میدان نبرد پیروز شویم فاتحیم، کشته شویم فاتحیم، اهد الحسنیین نصیب ما می شود. این اعتقاد بود که در 8 سال دفاع مقدس ما را نگه داشت و این اعتقاد است که امروز شما می بینید میلیون ها نفر با افتخار به زیارت مرقد امام 8 و میلیون ها نفر پای پیاده به زیارت مولای ما ابی عبدالله الحسین می شتابند و عاشورایش و 21مش و رمضانش و فطرش و قدیرش و 15 شعبانش، سراسر روزهایی که به نام اسلام و ائمه هدا و پیامبر است، مردم هر سال پرشورتر از سال قبل حضور می‌یابند. اساس انقلاب ما این بود که فضیلت جای رذیلت بنشیند. اساس انقلاب ما این بود که اخلاق جای ابتذال بنشیند. این ایمان، این معنویت اساس انقلاب ما و قدرت ما و توان ما دیروز و امروز بوده است. اگر ایمان نباشد، اگر انقلاب ما انقلاب اسلامی نبود، انقلاب ایرانی بود، اگر انقلاب ما انقلاب اسلامی نبود، انقلاب ملی بود، حتما این انقلاب در برابر انواع توطئه ها نمیتوانست مقاومت کند. اسلامیت این نظام است که تأیید این نظام است و توانسته است ما را در برابر انواع خطرات حفظ کند. از طرف دیگر صندوق رأی، اون چه باعث شده است روز به روز مردم ما علی رغم فشارهای دشمن با نشاط بیشتر مسیر خود و آرمان خود را ادامه دهند، آن است که هر 2 سال یک بار پای صندوق آرا می شتابند و افراد مورد نظر خود را انتخاب می کنند. صندوق آرا تضمین حفظ این نظام است. هر کس هر نوع تغییر می خواهد پای صندوق آرا، پای صندوق آراست که شما نظراتتون، شما ایدهتون، شما راهتون رو در تبلیغات انتخاباتی اعلام میکنید و فرد مورد نظر را در مجلس، در ریاست جمهوری، در خبرگان، در شوراها برمیگزینید و انتخاب میکنید. حواس ما باشه، صندوق رأی و انتخابات یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران است. اگر این صندوق نبود، اگر صف طولانی پای صندوق آرا نبود، دشمن می‌توانست توطئه‌های مختلفی را علیه ما طراحی کند. امروز در جامعه ما یک دموکراسی به معنی واقعی کلمه، یک مردم سالاری، احزاب آزاد، ما اون نظام و رژیمی نیستیم که بگوییم یک حزب و اون رستاخیز و هر کس نیست گذرنامه بگیرد و از ایران خارج شود. احزاب
روزنامه ها، مجلات، رسانه ها در این کشور آزاد هستند و همه مسئولین، مسئولین اجرا، مسئولین نظارت باید با سعه صدر با انتخابات برخورد کنند. هرچه سعه صدر ما بیشتر باشد و راه را برای حضور همه افکار و احزاب و جناح‌ها آماده کنیم، نظام ما مستحکمتر خواهد بود. در قانون اخیر جامع انتخابات که دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده به این نکات توجه کرده و انشاءالله امیدواریم با تصویب اون در مجلس شورای اسلامی ما شاهد انتخابات های پرشورتری در آینده باشیم. سومین دستاورد این انقلاب پیشرفت این ملت در مسیرهای مختلف و شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و رفاه اجتماعی است. ما در آغاز انقلاب جمعیت ما 36 میلیون بوده، امروز جمعیت ما 82 میلیونه، یعنی 2.28 دو برابر 2.28 جمعیت ما اضافه شده، یه خورده کمتر از 2.5 برابر. خب اگر جمعیت ما بیش از 2 برابر شده، حداقل باید کار و تلاش و محصول و پیشرفت ما هم نسبت به 40 سال پیش حداقل 2 برابر باشه، در حالی که وقتی ما به آمار و ارقام نگاه می کنیم وضع ما بسیار بیشتر از اون چیزی است که تصور می شود. مردم ایران قبل از انقلاب با تمام فراز و نشیب‌ها و با اینکه متخصصین آمریکایی رو آورده بودند، متخصصین متاسفانه اسرائیلی رو برای کشاورزی آورده بودند، کل محصولات کشاورزی ایران در سال آخر رژیم گذشته 26 میلیون تن بوده، تمام محصولات کشاورزی ما، و امروز محصولات کشاورزی ما 122 میلیون تن هست، یعنی بیش از 5 برابر تولیدات کشاورزی ما اضافه شده. و برای اینکه مردم بدونن روند پیشرفت کشور سرعت برداشته، 5 سال، همین 5 سال اخیر، در این 5 سال اخیر محصولات کشاورزی ما از محصولات رژیم گذشته بیشتره، 5 سال حدود 25 میلیون تن اضافه شده بر محصولات کشاورزی ما. کل محصولات رژیم گذشته 25 میلیون تن بوده. بنابراین کشاورزان ما، مهندسین ما، فعالان ما در بخش کشاورزی کار بسیار بزرگی را در این 40 سال انجام داده‌اند. محصول گندم ما در روز پیروزی انقلاب حد اکثر 4 میلیون تن بوده، امروز محصول گندم ما بیش از 13 میلیون و 6 دهم، نزدیک 14 میلیون تن هست، یعنی بیش از 3 برابر محصول نان و گندمی که به عنوان مواد غذایی اصلی این کشور هست امروز در اختیار مردم قرار میگیرد. صادرات محصولات ما، محصولات کشاورزی ما نسبت به قبل از انقلاب 20 برابر شده. ما قبل از انقلاب محصولات کشاورزی ما 285 میلیون دلار بوده، امروز صادرات محصولات کشاورزی ما 5 میلیارد و
77 میلیون، امروز 5 میلیارد، بیش از 5 میلیارد دلار ما صادرات محصولات کشاورزی ما بوده، در رژیم گذشته کمتر از 300 میلیون دلار بوده. بنابراین مسیر ما مسیر درست انتخاب شده. سامانه‌های نوین آبیاری در رژیم گذشته مجموعاً 38,000 هکتار در پوشش آبیاری نوین بوده و امروز 2,050,000 هکتار زیر این پوشش قرار گرفته، نزدیک به 6 برابر. هر یک از آمار کشاورزی را که شما نگاه کنید می‌بینید که در طول این 40 سال ملت بزرگ ما چه پیشرفت بزرگی را به دست آورده است. امروز در بخش صنعت اگر ما مقایسه کنیم با 40 سال پیش، کل بنگاه‌های صنعتی ما 1503 بنگاه بوده، امروز 85,000 بنگاه صنعتی ما داریم. مقایسه امروز با اون روز کل فولاد ما در کمتر از 400,000 تن بوده، امروز بالای 20 میلیون تن هست. اصلا محصولات صنعتی ما امروز با 40 سال پیش، حتی با 10 سال پیش قابل مقایسه نیست. این به معنای حرکت مردم ما در مسیر جهاد و سازندگی و پیشرفت است. مردم عزیز ایران، توجه کنید به این یه آمار کوچک. در زمان رژیم گذشته کل گازی که در اختیار مردم می توانست قرار بگیره در روز حدود 100 میلیون تن بوده، 110 میلیون تن، و امروز تبدیل شده به 1,000 میلیون تن. این نشان اینه که کارگران ما، مهندسین ما در بخش نفت چه زحمات بزرگی را متحمل شدند. کل ذخایر نفت ما 88 میلیارد بوده و امروز ذخایر ما 160 میلیارد بشکه است، حدوداً 2 برابر. این به معنای این است که با اکتشافات مهندسین ما و با رفتن خارجی ها و آمریکایی ها و انگلیسی ها، امروز تونستیم رو پای خودمون وایسیم و چگونه بتونیم کشور رو اداره کنیم. اگر ما جمعیت تحت پوشش را نگاه کنیم دچار حیرت میشه دنیا. جمعیت تحت پوشش برای استفاده از گاز قبل از انقلاب 51,000 خانواده فقط بوده، امروز حدود 21.8، نزدیک 22 میلیون خانوار از گاز دارن استفاده و بهره برداری میکنن. ما 6 مجتمع پتروشیمی در زمان رژیم گذشته داشتیم، امروز 52 مجتمع داریم. در رژیم گذشته محصولات ما در پتروشیمی 1.2 میلیون تن بوده، امروز محصولات ما 30.7 میلیون تن است. ما در زمینه‌های مختلف امروز شاهد پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف هستیم، در آبش، در برقش، در راهش، در راهنش، در بنادرش. وقت این جمع ما الان اقتضا نمی‌کنه شما آمار و ارقام را از وزرا و همه اونهایی که مسئولینی که در رسانه‌ها اعلام می‌کنند توجه کنید. 19 تا سد ما داشتیم در زمان رژیم گذشته، سد ملی در سطح ملی، امروز 172 سد داریم. نشون میده که وضع سدهای ما چند برابر شده نسبت به گذشته. برق ما 7000 مگاوات بوده، امروز 80000 مگاوات هست. ما در برق در دنیا 38 بودیم در زمان رژیم گذشته. اون که میگفت دروازه تمدن بزرگ من رسیدم، 38 بودیم در برق، در تولید برق.
امروز 14 هستیم در دنیا و اول هستیم در منطقه. این نشون میده که ما چه تحول و پیشرفتی را در زمینه‌های مختلف پیدا کردیم. ظرفیت بنادر ما قبل از انقلاب 19 میلیون تن بوده، امروز 234 میلیون تن هست. این پیشرفت ما هست. قدرت مسافربری ما با ریل 5 میلیون نفر بوده، امروز 25 میلیون نفر هست. حالا نکته‌ای که اینجا میخوام تأکید کنم، در سه مسئله پیشرفت ما جای تردید حتی دشمنان ما نیست. ما در علم و دانش، ما در بهداشت و درمان، ما در زمینه رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی بی تردید جایگاه بسیار بلندی ما امروز داریم. نرخ باسوادی قبل انقلاب، بعد انقلاب، میانگین سالهای تحصیل قبل انقلاب، بعد انقلاب، دانشجویان ما قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، امروز 14 میلیون و نیم دانش آموز و بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، در حالی که کل دانشجو در زمان رژیم گذشته 175 هزار نفر بوده، امروز بالای 4 میلیون نفر هست. در علم، در دانش، در پیشرفت‌های علمی، این که ما نیروی آزموده تحصیل کرده در کشور داریم، همه دنیا اعتراف میکنه در این زمینه پیشرفت ما بسیار سریع بوده. دوم، در زمینه سلامت، در زمینه بهداشت و درمان، مردم ایران در زمان رژیم گذشته 14700 پزشک تو این کشور خدمت میکرده. از این 14700، 6000ش پزشک خارجی بودند. امروز 140000 پزشک داره خدمت میکنه. امروز پزشک ها در سراسر کشور، حتی متخصصین در شهرهای کوچک هستند. 18000 خانه بهداشت در روستاها ایجاد شده. شرایط امروز ما از لحاظ بهداشتی مورد اعتراف همه کشورهای دنیاست. پیشرفت سریعی که ایران داشته، تمام کشورها وقتی محاسبه می کنند امید به زندگیشون در 40 سال گذشته 10 سال اضافه شده. به طور متوسط در ایران امید به زندگی 20 سال اضافه شده. این معنای اینه که حرکت به سمت توسعه است، بیش از آنچه که دنیا تصور میکنه. و مسئله سوم، کمک به اقشار مستضعف، عدالت و همچنین رفاه اجتماعی. کی بوده که همه مردم ایران زیر پوشش بیمه درمانی باشند؟ در این چند سال 10 میلیون نفر زیر پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند. تمام افراد و قشر مستضعف ما که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمک‌های دولت و مستمریشون در عرض این چند سال 4 برابر شده. پس در رفاه اجتماعی ما حرکت بسیار خوبی کردیم. به این آمار توجه کنید. بین دهک بالای جامعه و دهک پایین جامعه در زمان رژیم گذشته اختلاف 35 برابر بوده. امروز بین دهک بالا و دهک پایین اختلاف 15 برابر هست. این به معنای رسیدن به سمت عدالت است که البته در این زمینه ما باید قدم‌های دیگری را هم برداریم. مردم، ما در این انقلاب و در این نظام در گندم به خودکفایی رسیدیم، نه برای 1 سال. امسال 4مین سالی است که ما در گندم خودکفا هستیم. ما در زمینه بنزین و گازوئیل، پارسال در گازوئیل خودکفا بودیم، امروز در بنزین هم خودکفا هستیم، در گاز هم خودکفا هستیم.
که هیچ وقت این چنین در کشور نبوده. ما امروز از لحاظ دارو 95% دارو رو در داخل کشور تولید میکنیم. انواع درمانها در داخل کشوره. در بخش دفاع قدرت دفاعی ما به دست خود ما درست میشه. در فناوری های نوین هسته‌ای، فضایی، بیوتکنولوژی، نانو، فناوری اطلاعات، سلول بنیادی، رتبه ما یا چهارم یا دهم یا یازدهم یا هفتم یا حداکثر چهاردهم. ما کشوری هستیم که در علوم و پیشرفت هایی که در های تک و فناوری های پیشرفته بوده امروز در رده بالای رشد در سطح جهان هستیم. کارهای استراتژیکی که این 40 سال دولت انجام داده و در این چند سال اخیر در بخش‌های مختلف نشون داده میشه که ما توانستیم چگونه در بسیاری از مسائل پیروز میدان باشیم. ما تنها کشوری هستیم که بدون آن که در برابر دشمن سر فرود بیاوریم از فصل 7 سازمان ملل متحد خارج شدیم. این قدرت ملت ایرانه، این قدرت دیپلماسی ماست. ما تنها کشوری هستیم که حق هسته‌ای ما در سازمان ملل و در شورای امنیت تثبیت شده است. این به معنای پیشرفت ملت ایرانه. ما در زمینه محیط زیست قدم‌هایی رو برداشتیم که اگر برنمی داشتیم امروز با مصیبت بزرگ مواجه بودیم. اگر دریاچه ارومیه احیا نشده بود 14 میلیون نفر در غرب کشور امروز آواره بودند و صنعت ما و کشاورزی ما و زندگی ما مختل شده بود. اگر امروز طرح مهم جاسک نبود که ما می‌خواهیم صادرات نفت ما را بخشی از خارک بخشی در جاسک انجام بدیم، این پروژه بزرگ استراتژیک که انشاءالله تا پایان این دولت اجرا خواهد شد. نقش ایران در منطقه از همیشه تاریخ بیشتره. هر کشوری، هر ابرقدرتی، هر سخنی میخواد بگه ایران تنها کشوری است که میتواند به کمک ملت‌های منطقه بشتافد. اگر امنیت میخواهند و بدون ایران هیچ گونه طرحی در این منطقه قابل اجرا نخواهد بود. این را استکبار جهانی، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها بدانند که این پیروزی از آن ملت ما خواهد بود. ما راهمان را در بخش حقوق زنان، جوانان، اقلیت‌ها، اهل سنت، اقوام ادامه میدیم. در این دولت یکی از شعارهای ما حقوق شهروندی بوده و امروز 1825 نفر از اهل سنت در مناصب مختلف از فرماندار و معاون استاندار و بخشدار و شوراهای مختلف در سمت‌های مختلف مشغول کارند و 2 سفیر ما امروز در خارج از کشور از اهل سنت است و این نشان اینه که ما روز به روز وحدت ما، اتحاد ما، یک پارچگی ما بیشتر خواهد شد. اسلام و این انقلاب به زنان ما مقام والا داد و امروز زنان ما در تمام زمینه‌ها و رشته‌ها و مدیریت‌ها بیش از هر زمان دیگر در تاریخ ایران حضور دارند. ما به شفافیت ادامه میدیم تا با فساد مبارزه کنیم. ما از اقشار مستضعف حمایتمون رو ادامه خواهیم داد. تعامل سازنده با جهان را ادامه خواهیم داد و جایگاه ایران را مرتفع‌تر خواهیم کرد. فضای کسب و کار را بهتر از گذشته آماده می‌کنیم. خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی را ادامه می‌دهیم. دولت الکترونیک به زودی مردم ما شاهد خواهند بود
که رفاه فراوانی را برای مردم ایجاد خواهد کرد، بحران آب و محیط زیست را کنترل خواهیم کرد، نهادهای مالی از جمله بانک را ما تنظیم خواهیم کرد، همونطور که مؤسسات اعتباری غیر مجازی که اموال مردم را تاراج کرده بودند به طور کلی پرونده اونها بسته شد و همه اونها جمع شدند. این مسیر و راه آینده است که ادامه میدیم. و آخرین نکته من، مردم بزرگ ایران، امروز ما در یک جنگ روانی، تبلیغی و اقتصادی در برابر دشمنان سبع ما که با سبعیت با مردم رفتار می کنند مواجه هستیم. ما این مشکلات را باید با دست همدیگر حل کنیم. هر جا ما پیروز شدیم جایی بود که ملت و دولت در کنار هم پشت سر رهبری قرار گرفتند. اگر ما در سالهای اول انقلاب تونستیم ترور و شورش را در این کشور از بین ببریم و آرام کنیم، مردم بودند، دولت بود، نیروهای مسلح بود، پشت سر امام بودند. در جنگ همینطور، در تحریم هم با ایستادگیمون، با همراهیمون، با همکاریمون، با تعاونمون در برابر آمریکا ما پیروز میشیم. ما نخواهیم گذاشت آمریکا پیروز بشه. آمریکا اعلام کرد دیماه پارسال من ایران را به زمین میزنم، نشد. در اردیبهشت امسال اعلام کرد، نشد. در مرداد اعلام کرد، نشد. در 13 آبان اعلام کرد، نشد. در کریسمس به قول اونها و عید سال مسیحی اعلام کرد، نشد. قول داده بود 22 بهمن همه سران فاسد رژیم آمریکا در تهران باشند، نشد. هر چه گفتن نشد و نخواهد شد، به دلیل اینکه مردم ما به خدایشان، به زهرایشان، به پیامبرشان، به ائمهشان، به رهبر شجاع و بزرگوارشان ایمان دارند، متحدن، پشت سر رهبری حرکت میکنن. ما بی تردید در این مبارزه موفق خواهیم بود. مشکلاتی مردم ما خواهند داشت، مشکلاتی دارند همین الان در زندگی روزمره، اما با کمک هم ما این مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت. وضع آمریکا به مراتب بدتر از اون چیزی است که خودشون فکر میکردن و وضع منطقه ما بسیار بهتر از اون چیزی است که خودشون فکر میکردن. جایگاه ایران روز به روز والاتر، بالاتر، و ما از مشکلات عبور خواهیم کرد. کلمه آخر، آرمان ما امروز همون آرمان 40 سال پیش است. اگر در 40 سال پیش آرمان ما این بود که در برابر استبداد آزادی را جایگزین کنیم، در برابر استعمار و وابستگی حاکمیت ملی را جایگزین کنیم، در برابر ابتذال فضیلت را جایگزین کنیم، در برابر تبعیض عدالت را مستقر کنیم، در برابر غرب گرایی و شرق گرایی هویت اسلامی و ایرانی را مستقر کنیم، امید را جای یأس بنشانیم، اعتدال را جای افراط و تفرید، امروز هم همون را و همون آرمان مسیر ماست و راه ماست و بی تردید ما در این راه موفق و پیروز خواهیم بود. با تشکر فراوان از ملت بزرگ ایران که امروز در هوای سرد و برفی و بارانی در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدن و توانستند به دنیا نشون بدن که پیوند ملت ما با انقلابشون، با امامشون، با رهبریشون همواره وجود داره و مستحکم خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.